این اصلا نمیدونیش میگه من شیعه هم بعد مذهبی بعد از شیعه هیچی نمیدونم. فکر نکن که مثلا محمد یه چیزی گفت تو نمیفهمی، اصلا همه پیامبرا رو من همه فلاسفه جمع میکنم همه رو میجا همه بهت میگن تو هنوز گاوی و نمیفهم قبول نمیخوای قبول کنی. چرا؟ چون سازمان های امنیتی در طول تاریخ از زمانی که نوح اومد و آشوری ها تولید شدن که بعد بخت و نصر توسط اهل تصوف و عرفان اومد بیرون زد خوار مادر زرتشتیان تبیز کرد، شما بخت و نصر بد میدونی معبدان زرتشتی رو خوب میدونی. از اون تاریخ زرتشتی ها بعد از حذف نوح، دین نوح که آشوریان هستن، بعد از حذف اونا اومدن و تورات رو به صورت کامل در دوران فرعون تحریف کردن. مثلا توراتی که دسته بچه های یهودیه به دو تورات تقسیم میشه، دو توراتی که دسته یک گروه کوچک یهودیه که از توش خیلی چیزا رو در آوردن که پولدار شدن که راه هاشو ما بلدیم، و توراتی که دسته مردم که این نوشته زرتشتی هست. همین الان تو ایرانیا میگن اگر شیر بدی از سینه مادری که به بچه همسایه شیر بده دیگه اینا با هم چیز میشن، هم شیره میشن، نمیشه با هم ازدواج کنن. و تمام مورخین از انگلیس و آلمان و فرانسه تمام مشکلات رو، تمام خوبی‌ها و تمام کارهایی که محمد ابن عبدالله کرد و گذاشتن کنار، به سه چیز محمد گیر دادن ول نمی‌کنن. یکیش زید ابن حارثه است. میگن محمد رفت زن اینو برداشت، ازدواج با محارم، یعنی زن زید رو محمد باش ازدواج کرد. زید چیه؟ میگن زید پسرخوانده‌اش بوده. زرتشتی، موعود زرتشتی که در اون تاریخ خواهر و برادر با هم سکس میکردن، بچه دار میشدن، مادر قبه اصلا حلال زاده، تنها فوشی که به موبدان زرتشتی بگه حلال زاده فوشه. حلال زاده نیفهمه یعنی چی. این همه با هم سکس میکردن، مادر و پسر، پدر و دختر، این اومدن کتاب ها میلیارد خرج کردن که بگن آقا زید ابن حارثه چون پسر خوانده محمد ابن عبدالله بود، محمد نمیتونست با بچه شده با دخت با زنش ازدواج کنه. و آیه قرآن توی مسلمونه که توش قشنگ نوشته ای محمد پسرخوانده ما نداریم، این گوها زیادی، تموم گذشته است، این مال احمقاست و شما باش ازدواج کن.